بله، همونطور که گفتید ما یک بدنه ای داریم که بر پایه ایدولوژی اسلامی 40 ساله داره روش هایی رو میره که محصول این روش های حکمرانی بده. فرقی هم نمی کنه آیه احمدی نژاد باشه، روحانی باشه، خاتمی باشه. وقتی شما اقتصاد رو نفهمی، وقتی بازار آزادی وجود نداشته باشه، وقتی انحصار طلبی باشه، خیلی طبیعیه که شما میبینید که یک روز قیمت یک چیزه، فردا یک چیزه. خب خودتون پرسیدید که چرا دولت زودتر اقدام نکرد که کاهش بده. اصلا سوال شاید بهتر این بود که میپرسیدیم مثلا چرا افزایش پیدا کرد اگر واقعا ثباتی در اقتصاد ایران هست. اقتصاد ایران متاسفانه به واسطه سیاست هایی که جمهوری اسلامی بر پایه اسلام سیاسی، بر پایه نداشتن علم روز و بر پایه بسته بودن اقتصاد گذاشته، اصلا میبینید که دولت داره تصمیم گیری میکنه در حوزه اقتصاد. دولت ها معمولا نباید این کار رو کنن، دولت ها وظیفه ندارن، اقتصاد باید خودش به صورت آزاد کار خودش رو بکنه. فقط دولت ها در سطح کلان، اونم در مواقعی که بحران های بزرگ داره رخ میده، ورود پیدا کنه. اما در مورد ایران همه این اقتصاد متاسفانه تحت کنترل جمهوری اسلامیه. این که میگم جمهوری اسلامی، بخشش دولت، بخشش نیروهای نظامی مثل سپاه و نیروی انتظامی، و مصداق حرف هم همین مؤسسات مالی بود که دیدید توسط وزارت تعاون، نیروی انتظامی، حتی قوه قضاییه که باید قانون رو اجرا کنه، اینا رفتن مؤسسات مالی زدن، پول مردم رو جمع کردن و حتی اینو وارد سیستم بانکی نکردن، یعنی به صورت مؤسسه موندن که بعدن که میخوان این کلاهبرداری های عظیم رو انجام بدن، نخوان مثل یک بانک جوابگو باشن. کمون که خیلی از این مؤسسات رو که میبینید با 6 میلیون، با 1 میلیون یک بنگاه اقتصادی با اون حجم مالی عظیم رو راه اندازی کردن. جمهوری اسلامی ایران همیشه در این کشتی که مردم درش به گروگان گرفته شدن، هر از گاهی میاد بازی هایی رو شروع میکنه. در انتخابات یه بازی رو شروع میکنه، در روزگاری مثل الان که صندوق دلارش خالیه، یه بازی دیگر رو شروع میکنه برای اینکه بتونه مردم رو فریب بده و دارایی مردم رو ازشون بگیره. بازارم همینه، اگر کسی میگه که در صرافی چیزی میخرن، که خب مهم نیست، بگن که چقدر میفروشن و آیا مردم اگر برن با همین قیمتی که عزیزان فرمودن، 8000 تومان 10000 تومان، آیا میتونن این رو بخرن. اگر یه همچه اتفاق میفته، من خیلی با کمال، یعنی با 100% اطمینان پیشنهاد میکنم که برید و بخرید، 12000 تومان 8000 تومان بخرید، چون وقتی که تحریم های اصلی شروع بشه همین رو هم نخواهید داشت و از اون ور تورم داره بالا میره، اجناس داره بالا میره. پس برای اینکه بتونید سرمایه خودتون رو حفظ کنید، اون رو تبدیل به چیزی بکنید که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درش تأثیری نداره، و اونم ارز خارجیه. گفتن که اقتصاد سعی کرده از خصوصی بشود. اقتصاد ایران به واسطه جمهوری اسلامی هیچ وقت سعی نکرده که خصوصی بشه. همجور که فدوی سردار سپاه میگه که سپاه یک نهاد نظامی انقلابی غیر ایرانی است که هدفش توسعه انقلاب در جای دیگه است، خب چجوری توسعه بده؟ نیاز به پول داره. پس اقتصاد به واسطه جمهوری اسلامی هیچ وقت تلاش نکرده که خصوصی باشه، چون میدونسته که اگر خصوصی بشه دیگه نمیتونه شریانهای پولی جامعه رو به دست بگیره و اون پولا رو بره در سوریه و مناطق دیگه مثل یمن و اینا خرج کنه. اما مهمان دیگه‌تون گفتن که ما به فردگرایی و عادت داریم و نمیتونیم کار شبکه کنیم. این نمونهش همین کار که ما اخیرا شروع کردیم، شبکه فرشگرد رو نها کنید. 40 تا جوانی که نخبه هم هستن، یعنی از المپیادی ما داریم تا کسایی که دارن تو فایننس و اقتصاد و کارهای مختلف میکنن، و اصلا هم اینا اتفاقا طرز فکرها هم مختلفه، ولی کنار هم دیگه دارن کار میکنن بدون هیچ مشکلی. پس اون مشکل اصلی بودن یک طرز فکری است که آقای خمینی اون رو شروع کرد و بعدها توسط همین بدنه که امروز قدرت دستشه ادامه پیدا کرد. اما گفتید که آمریکا و رابطهش با ایران،
بله، ایران جمهوری اسلامی سعی میکنه که هر جایی به یک مرگ بر امپریالیسمی بگه، یک مرگ بر آمریکایی بگه، اما جاهایی هم که میتونه سریع دستگاه لابی‌سازی درست میکنه. همین جمهوری اسلامی تا دوران آقای اوباما اومد نایاک رو درست کرد و تلاش کرد که به اون هسته قدرت آمریکا نزدیک بشه، و این صحبت‌های پوپولیستی فقط برای اینه که یک هیبتی از خودش درست کنه که همونجور که فرمودید فقط هم مختص جمهوری اسلامی نیست، در این نگاه کمونیستی هم این رواج داره. اونا هم همین متدها رو قبل از فروپاشی شوروی نگاه کنید، اونا هم همین متدها رو رفتن. همیشه این وابستگی بوده، برای اینکه اونجا داره اقتصاد آزاد کار میکنه، برای اینکه اونجا سرمایه هست، برای اینکه اونجا ثروت هست. اما اینجا تنها چیزی که شما میبینید رانت دزدی، تبعیض، به واسطه اینکه بتونن اون محیطی رو که دارن رو در واقع بچاپن. خیلی اصطلاح خودمونیش این میشه، برای اینکه بتونن اون منویات خودشون رو اعمال کنن. برای خاطر بحثی که چرا توییت ترامپ اینقدر تأثیر گذاشته، توییت ترامپ اگر در ایران اقتصاد آزادی وجود داشت، اگر در ایران دولت به شکل معمولش، حکومت به شکل معمولش همونجور که در تمام دنیا هستن، اگر این حکمرانی ها وجود داشت، نباید تأثیر می داشت. اگر تأثیری هست، برای اینکه در فیزیک ما داریم وقتی که 4 پایه یک صندلی خراب شده باشه، یک نیروی خارجی کوچیک میتونه تأثیری بذاره که تمام اون میز فرو بریزه، در حالی که تا قبل از اینکه اون نیروی کوچیک بهش وارد بشه بدنه و شکل کاملا سالمه. جمهوری اسلامی ایران کاری با اقتصاد کرده، کاری با جامعه خودش کرده که نیاز به یک تلنگر کوچیکی داشته و اون تلنگر توسط ترامپ زده شده و امروز شاهد هستید که حالا من خیلی خوشحال میشم که این مهمانتون بگه، چون گفتن از 18000 تومان تا 10000 تومان، در حالی که اول برنامه هم گفتید 12000 تومان، حالا این فاصله 2000 تومان از کجا آوردن؟ میبینید که یک اقتصاد بی‌نظم و نامنظمی هستش که هیچ ثباتی در این 40 سال هیچ ایرانی تجربه نکرده، نه فقط تو اقتصاد، تو حوزه آزادی، تو حوزه اجتماعی، در هیچ جای شما امنیت به معنی واقعی تجربه نکردید. پرشگر ثابت کرد که فعالیت‌های شبکه‌ای میتواند موفق بشه، یعنی در همین چند روز از اعلام موجودیتشون من در همین تهران و ایران هم میبینم استقبال بسیار خوبی شده. دوستان خوب من در فرشگرد بر اساس این نتورک ها، بر اساس این شبکه ها فعالیت کردن که داریم میبینیم کار جدیدی است و جواب هم گرفته.